در حالی که فراهمسازی کتاب‌های کافی درسی برای دانش آموزان از مکلفیت‌های وزارت معارف است، اما شماری از دانش آموزان حتی در پایتخت کشور می‌گویند که کتاب‌های سال نو آموزشی را دریافت نکردند. نن راغلی وم چې د مکتب نه کتابونه واخلم، خو متاسفانه زموږ مکتب کې کتابونه موجود نه ول، نو د دې وجې زه راغلم دلته په بازار کې کوشش کوم چې ځان ته خپل کتابونه پوره کړم. وزارت معارف کتاب کافی نداره با مکاتب، ما میخوایم کتابهای خود را از بازار پوره کنیم و خواستم از وزارت معارفی است که با مکاتب کتابهای بیشتر توزیع کنه، چون که مردم پول کافی نداره تا کتاب از بازار بخره. اکنون خانواده های این دانش آموزان کتاب های درسی را برای فرزندانشان از کتاب فروشی های شهر کابل تهیه می کنند. شاید که من خریده بتانم اگه فامیدی وقت اقتصادم صحیح باشه، باز باز کساس اگه پیسی اگه لغمنانه نداره. وقتی که مردم از خط فقر پایین زندگی میکنن، نمیتونن ضروریات اولیه زندگیشان را تهیه کنن، پس چطور میتونن که کدوب را تهیه کنن؟ اما بر بنیاد قانون فروش کتاب‌های درسی وزارت معارف ممنوع است. د کتابونو کچیرته په بازار کې پلورل یا پیرودل کیږي، دا د قانون سره په ټکر کې او د قانون نقض ده. اما این کتاب فروشان کتاب‌های مکتب را از کجا میکنند؟ کتاب‌های خود جدید نیست، مستعمل از شاگرد میارن تبدیل میکنن، یک صنف اول میارن صنف دو میگیرن، به خود د مکتب برشان تهیه کردن نمیتونن. کتابای مکتب البته چاپای اصلی از بازار پیدا میکنن و اونایی که مثال کنکور امتحان میتن بعد از کنکور پس میرن نور مفروشن، چون به خاطر که از اونا کار از وار نمیاد، او از مکتب یعنی نگرفته. این در حالی است که وزارت معارف هر سال میلیون ها افغانی را از بهر چاپ کتاب های درسی در بیرون از کشور هزینه میکند. 135 میلیون جلد کتاب در 5 سال آینده چاپ میکنیم که در واقع از دیروز کار ازی آغاز شده و در این زمان میکانیزم نظارتی، توزیع و تکثیری از این هم در نظر گرفته شده که لااقل کتاب ها تکمیل بر شاگرد برسه و در این زمان بعضی به عنوان یک استفاده تجارتی هم صورت نگیره. با این همه کمتر از 3 ماه دیگر با آغاز سال آموزشی نو زمان باقی است. دیده شود که وزارت معارف از بهر رسانیدن کتاب‌های درسی به دانش آموزان به وعده‌هایش عمل خواهد کرد یا نه.